آقای بقائی معاون سابق آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران که قرار بوده در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش شرکت بکنه، به جای شرکت در جلسه دادگاه رفته شاه‌عبدالعظیم بست نشسته. این بست نشستن یک رسم خرافی، غیر قانونی، غیر شرعی و خلاصه غیر همه چی بوده که امیر کبیر سعی کرد ور بندازش و به هر حال یک صد سالی بود که در ایران ور افتاده بود. الحمدلله آقای احمدی نژاد ایران رو برد یک صد سال عقب. حالا بعد از جریان ریاست جمهوریش دوستان در تلاشن 200-300 سال ببرن عقب‌تر. به هر حال بسنشستن یعنی که به حرمت مثلا این جایی که ما هستیم نمیدونم امنیه و نظمیه و اینا نه ما رو بگیره. حالا البته ما نمیدونم اینا که قبلش رابط امام زمان بودن دیگه چرا برن به شاه‌عبدالعظیم بس بشینن. اینا که دیگه با خیلی بزرگان ربط و رابطه داشتن، حالا بماند البته از چشم بعضی از بزرگان افتادن بعد از اینکه به خاطر رئیس جمهور شدن یا کردن اینا کلن به یک مملکت و احتمالاً تا چند دهه آیندهش آتیش انداختن و تقریبا میشه گفت خاکسترش کردن. حالا به هر حال به او کار نداره، ولی در هر حال کسی که دیگه خودش ادعای ارتباط مستقیم با امام زمان نارداش خیلی کسر شأنه بره شاه‌عبدالعظیم بس بشینه. ها زندان به تو بگم مشهد ره از ذهن تا بیرون کنن. این امام و همام شأنش از این بالاتره که شما بیانیجه، یعنی در واقع شأن مشهدی از این بالاتره که شما بیانیجه. اگر اینجا آمده پس نشسته ما شاه‌عبدالعظیمی ها و شهر ریا نیستیم، با پس گردنی خود ما از اونجا بیرون تا میکنیم، بلکه به سزای اعمال تا برسونیم. ما یعنی یک قلم بگم این آقای بقایی که حالا یک قدم صداش بلنده فقط به خاطر ای که معلم زبان دخترش یک خانمی با لیسانس زبان انگلیسی دانشگاه آزاد ره بدون یک روز سابقه کار در امور باستانشناسی و اینا گذاشت رئیس موزه ملی ایران که چه جنایاتی در اونجا اتفاق افتاد باعث لنگ دارش بزنن. ببینید از لنگ دار زدن با دار زدن فرق داره. یک مجازات سختیه، دو سه نوع مجازات خیلی شدید داریم. یک مجازات هست حبس ابد با آقای جنتی که او خیلی مجازات سنگینه، به هر حال هر چقدر جرم و جنایت کرده باشن ما راضی به اون مجازات نیستیم. یک مجازات یه دیگه، حالا بقیه مجازات کردن که میشه شماجین کردن و پوست قلفتی کردن و اینا که ما به نظر ما حداقل برای کسی که فقط در یک قلم کارش یک همچی کار خلافی کرده دیگه، حالا دکلوزی و چند میلیارد دلاری که گم رفت و تحریما و ماجراجویی ها و سفرهای نیویورک با خانواده در بس کردن یا بقول ما در بس گرفتن بهترین و لوکسترین هتل‌های نیویورک بره که اما و خاله اینا رو. حالا اینا رو کاری نداریم، میخوام بگم یعنی کمترین کار اینا یه که اگر پاشا بیفته طرف مشهد و بس نشینی رو بخن ارتقاش بدن با همچی چیزهایی طرف هن. چون ما مشهدی اگه همه ایران بیاد چه بره ما یاد ما نمیره، ما یک حافظه بسیار قوی داریم. بعد عرضم بزرگ شما که بعد آقای احمدی نژاد و آقای مشهدی هم رفتن اونجا به بست ایشون پیوستن که بعضی از میشه گذاشتن سه دلقه که شاه‌عبدالعظیم که از نگاه کنن توهین نکنه. ما همشه بده گفتم آقای بحث سیاسی داریم هر چی که هست توهین کار بدیه. این جماعت یک جماعت زحمتکشی بودن، اینها دل مردم شاد میکردن، حالا یا تو خیابونا یا تو سیرکا یا تو دربارا، حتی به کسی که آمده یک مملکتی رو آتش زده اینا ربطی نداره. اینا اگر هم دلغک بودن به هر حال دلغک یک اشخاص از ما بهترون بودن که بعدا البته از چشم اونا افتادن. یعنی الان هیچ کی خنده دار نیستن، یعنی الان کاریکاتور خودش گرفتن که خودش هم از روز اول کاریکاتور بودن. اینه که به نظر ما اینا دیگه بردارن انشاءالله آقای مرتضوی هم ببرن اونجا، چون خیلی دنبال عدالت میگردن و آقای احمدی هم رفته اونجا گفته که ما با خانواده لاریجانی ها مخالفیم. یعنی انگار که مثلا تنها جرم اینا اینه که با خانواده لاریجانی ها مخالفن. اولا که کی تو ایران با این خانواده موافقه؟ یعنی خانواده که توش فاضل داره و جواد داره و علی داره و صادق داره، اصولا ما فکر نمیکنم کسی جدا خود خانواده اش اینا موافق باشه. حتی همین قوم مخیش آقای علی مطهری هم با اینا مخالفه. منتها مخالفت ما برای اینه که اینا چرا به شما انقدر دو میدون دادن. حالا کار خودشو بماند، ان شاء الله آقای جواد لاریجانی هم از زمین خاری و اینا. حالا ما شایعه، حالا کار نداره. ولی ببینید دوستان عزیز، این مسئله که ما با اینا مشکل داریم اتفاقا همونیه که چرا اینا با شما مشکل نداشتن. یعنی تا قبل از اینکه اون ماجرای فاضل گیت و مرتضوی و اینا را بیفته چرا چشمشار بستن؟
چرا بره که مثلا با اصلاح طلبها یا با هر کی دشمنی و مخالفت کنن، یک آدمای مثل شما رو آوردن بالا، کلید مملکت رو 8 سال دادن دست تا که هر غلطی میخوایم بکنه. و بله، به هر حال می‌خواستم بگم که در این زمینه ما هم با شما موافقیم و انشالله که به زودی همه کسایی که ظلم کردن، همه کسایی که به این مملکت ضررهای میلیاردی زدن، همه کسایی که امید رو سعی کردن بکشن، هرچند که هنوز نمرده، همچی یک آخوناله مکنه و زیر میره، اینا همه شا برن پای میز محاکمه و مجازات. خیلی عادلانه وکیل بگیرم، یعنی هر کس هر جنایت هم چی کرده باید وکیل بگیره، باید حرفش بزنه، باید تفهیم اتهام بره. حالا ما گفتم که ای آقای فلان را از لنگ آویزون کنم، او قبلش بهش گفتیم اگه بیه مشهد، ولی اگه بره دادگاه انشالله که دادگاه عادلانه ایه. البته اونا از ایور میگن عادلانه نیست، ما از ایور میگیم عادلانه نیست، ما میگیم که احتمالاً به همه جرم و جنایت اینا نخواهد پرداخت. اونا میگن که نه نمیدونم اینا با ما لجن و اینا، نه اتفاقا به نظر ما که شما پرونده تو خیلی سنگین تر از ایه که فعلا وارفته، ولی اشکال نداره، در همین حد هم جای سپاسگزاری. شما نگران خانواده لاریجانی اینا نباشه، انشالله آسیا به نوبت.